میکنه. بسیجی متوجه باش، دارن با تو بازی میکنن. بارها ما گردانندگان این مؤسسات رو امثال عبدالحسین خسروپناه که عنوان رئیس انجمن پژوهشی حکمت و فلسفه رو با خودش یدک میکشه به مناظره دعوت کردیم، از طریق اسکایپ گفتیم آقا قرآن رو وسط بذار. آثار آیت الله خمینی رو وسط بذاریم و با همدیگه گفتگو کنیم ببینیم دیدگاه شما انطباقی داره با حرفای آیت الله خمینی، یا شما پیرو به این آقای محمد مدنی گناوادی مقلد اون شاهرودی ها در نجف و حالا در تهران هستی؟ مقلد کی هستی؟ اگر حقیقتی در کارتون هست چرا تفره میرین از این مناظره ها؟ بیاین مناظره کنین، بسیجی ها شاهد باشن. شما پشت اسکایپ بشین، منم پشت اسکایپ میشینم، بسیجی هام تو همین حلقه هایی که تشکیل میدن به نام حلقه های صالحین درست میکنیم براشون، به جای اینکه این آقا بیاد این اباطیل رو بگه و به امام هادی و غیر منتسب بکنه، مناظره ما رو بشینن نگاه کنن. بسیجی ها بخواین از عبدالحسین خسروپناه که تن به این مناظره بده با اسکایپ، شما بشینین نگاه کنین، خودتون قضاوت کنین، ببینین قرآن چیو میگه، قرآن چی میگه. ببینین آیت الله خمینی چی گفته. این حرفا رو ول کنین، این حرفا برای فریب شماست. اما ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، فردای قیامت و فردای برزخ و فردای پس از مرگ تو مسئول اعمالی هستی که انجام دادی، نمیتونی بگی من بول زدم. پس بخواه از مسئولانت که ترتیب این مناظره رو بدن با اسکایپ. من مطالبم رو میگم، آقای خسروپناه هم مطالبش رو بگه، شما هم داوری کن. بنده آمادگی دارم که از طریق اسکایپ در هر کدوم از این برنامه ها با آقای خسروپناه به بحث بشینم. اگر ایشون میخواد راجع به درویشی و عرفان و تصوف و قرآن مجید و اسلام و تعلیمات انسان ساز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام بنا به قاعده منطقی صحبت بکنه، از طریق اسکایپ در برابر چشم مردم، گفتگو کنه. اگر ایشون میخواد دروغ بگه، مطالبش رو، براهین اون دروغهایی رو که میخواد بگه ارائه بده، من هم مدارک و اسناد و شهادت شهود رو ارائه بده. باز مردم قضاوت کنن اینا کی راست میگه کی دروغ میگه. من مصرانه آقای خسروپناه رو به این گفتگو دعوت میکنم. قبلا بارها دعوت کرده بودم و جوابی نشنیده بودم، چون چیزی در چنته ندارن که بیان بشینه حرف بزن. میتونن متکلم وحده باشن، برن سر منبر بشینه هر چی دلشون میخواد تهمت بزن، و یه عده اشخاصی رو که تحت تأثیر قرار میگیرن بسیج کنن بندازن به جون درش. اما از گفتگو و مقابله عقلانی وحشت دارن، هراس دارن، میترسن، فرار میکنن. تمام این تهمت ها و اتهاماتی که میزنن
ما به خاطر اینکه میترسن از اینکه به گفتگو بشینن و مردم داور باشن. اگر نه اسکایپ هست، بنده این طرف، شما اون طرف، میزگیه آزاداندیشی بشینیم و هم صحبت کنیم، مردم قضاوت کنن، هوچیگری نباشه، صحبت کنیم. من قبلا بارها این دعوت رو کرده بودم. این آقای جواد مهرابی در فیسبوک پیغام فرستاد که من بلیط میفرستم، شما بلند شد بیا بریم جلوی حسینی امیر سلیمانی، اونجا با هم دیگه گفته بکن. وحشت و حراس رو ببینین در دل این آدم. نه، احتیاج به خرج کردن پول بلیط نداره از جیب شما که از جیب بیت المال بره. با اسکایپ بر اساس اصول دموکراتیک گفتگو با همدیگه صحبت کنیم. شما حرفتو بزن، منم حرفمو میزنم. شما دلایلتو ارائه بده، بندم دلایلم ارائه میدم. مردمم قضاوت کنیم. تا ادامه این گفتار، شما یاران عزیزو به خدای بزرگ بسپارم. علی میگم.